سلام، سلام به شما عزیزان در سرزمین ما، سرزمین من و شما، سرزمین ایران در آذربایجان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، ترکمن صحرا، اصفهان، بندرعباس، بوشهر، لنگه، هر کجا که هستید و هر کجای این جهان که در این ساعت به تماشای این شماره از برنامه سرزمین ما نشستید. سرزمین ما فقط شامل و در برگیرنده مردمانی نیست که اکنون در جغرافیای معین ایران زمین زندگی می کنند، در بردارنده نسل های آینده ایرانی نیز هست، آنان که از راه خواهند رسید در مسیر تاریخ، در مسیر آینده ایران زمین. گفتن ندارد، حرف بسیار گفته ایست که نسل های کنونی در کجای جهان که هستند در برابر نسل های هنوز نیامده مسئولیت دارند. این سخن در بسیاری از کشورها پایه و اساس بسیاری از قوانین شده است، از جمله درباره محیط زیست. ما میراثداران زمینی، میراثداران سرزمین خود که امانتی است نزد ما و محافظت از آن در همه ابعاد و زمینه ها به گردن نسل های کنی حاضر در جغرافیای ایران است. این وظیفه بر دوش نسل های کنونی است، مجموعه کسانی که در ایران کنونی زندگی می کنند که ایرانی را به ارث برای نسل های آینده بگذارند که برخوردار از اساس و پایه‌های درست برای رشد و بهبود زندگی آنان باشد. از جمله آنچه که مهم است در این عرصه سیاست‌های حکومت هاست، سیاست منطقه‌ای حکومت ایران، سیاست بین المللی حکومت ایران، سیاست داخلی حکومت ایران، چه پیامدهایی نه تنها برای اکنون ایران و اکنون مردم ایران دارد که چه پیامدهایی میتواند برای نسلهای آینده ایران داشته باشد، هم از ترک و بلوچ، بختیاری و عرب ایرانی، ترکمن و شیرازی، اصفهانی و بندرعباسی. پرسش ها بسیار است. در این شماره از برنامه سرزمین ما بخشی از این پرسش ها رو در میان میگذاریم با آقای کریم عبدیان، تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر سیاسی، استاد دانشگاه در واشنگتن با من و شما هستند تا لحظاتی دیگر. آقای عبدیان عزیز، سلام به شما در آن سوی واشنگتن. سلام به شما آقای چارلنگی و به بینندگان محترم شما. کریم جان، قبل هر چیز، چون هر دو اهل یک استان خوزستان هستیم، بله، در این ایام عید که آمد و رفت، خب دلتنگی ها همه عزیزان از هر کجای ایران هستن طبیعی هست، برای سرزمینشون تنگ شده، به خصوص در ایام عید، و این شامل همه انسان ها از همه کشورها میتونه باشه، ولی دلت برای ایران تنگ نشد برای خوزستان به خصوص در ایام نوروز که نوجوانهای یادمون هست؟ چه خوش بود. درصد بلا شک. بعد
ایام نوجوانی ایام خوشی بود و خوزستان با آغوش باز میزبان بقیه هموطنان در ایام نوروزی بود همیشه، اهواز، آبادان، مسجد سلیمان، جای دیگه. اما یک پرسش هست از شما، من در مقدمه اشاره کردم آقای عبدیان گرامی، شما با سالها یعنی بیش از 3 دهه، میتونم بگم شاید بیش از 4 دهه فعالیت در عرصه‌های سیاسی و دانشگاهی، پژوهش‌ها، تحقیق‌ها، رفت و آمدها، نشست و برخاست‌ها، اشتراک به تقریبا سیاست واشنگتن، اگر سیاست روشن و چیزی باشه در حال حاضر که گفته میشه نیست، و همینطور خاورمیانه. من میخواستم از شما بپرسم خاورمیانه‌ای که الان به این شکل در اومده که میبینیم، سیاستی که حکومت ایران در پیش گرفته در منطقه تا چه اندازه به سود مردم ایران هست، به سود ایران هست، به سود نسل‌های آینده ایران هست، این رو واقعا میشه شکاف و پیدا کرد بدون هیچ غرضی، بدون نکات مثبتی اگر هست رو واقعا به ما بگید. بله، سوال خوبی است و من سعی خواهم کرد اگر نکات مثبتی ببینم در سیاست، یعنی پیامد سیاست های ماجراجویانه جمهوری اسلامی در منطقه. واقعا مشکل هست که گفت که به نفع ایران هست، یعنی حتی اگر با ذره‌بین هم نگاه بکنین کمتر میشه دید. ببینین این جنگ نیابتی اولا از اسلام سیاسی شروع شده. شما میدونین که قبل از آمدن آقای خمینی به جمهوری اسلامی اصولا اسلام سیاسی به اون معناش وجود نداشت، یعنی آقای خمینی آمدن و جمهوری اسلامی یعنی که حکومت مذهبی، یعنی ادغام سیاست که یک عمل به اصطلاح خبرگرانه هست با دین و مذهب که یک کار چیز خصوصی هست. بنابراین این یک که نه به نفع مردم ایران هست که میبینیم، و اینکه منطقه رو به آتش کشید. از طرف دیگه در این 3 دهه حکومت صدها میلیارد، اگر نه دهها میلیارد بیلیون دلار رو آمده است خرج مثلا برنامه اتمی کرده است. واقعا نه من و نه تحلیلگران دیگه مشکل، یعنی میشه گفت که چگونه این سیاست به نفع مردم ایرانه. ده ها میلیارد دلاری که میتواند سرمایه گذاری بکند در همون سرزمین هایی که شما اس بردید، اقصانقات ایران، بلوچستان، ترکمن صحرا، مناطق فقیر در اهواز، در مناطق بختیاری، مناطق کردنشین، مناطق مشهد سلیمان شما، در مناطق دیگه. خب از طرف دیگه خیلی جالب است، من و شما صحبت میکنیم، رژیم میگوید که این رو برای تولید برق میکند. من و شما میدونیم که هزارها چاه نفتی که در اون منطقه ما هست گاز آنها مجانی میسوزند. خب این گاز رو به راحتی میشود، من گاز رو آب رو بخار کرد، بخار توربین رو میگردونه و برق مجانی داری که منطقه رو میتونی یعنی بفروشی. بنابراین مطلقا برای برق نیست، بلکه برای سیطره و صدور انقلاب هست. این رژیم جمهوری اسلامی بر مبنای صدور انقلاب یک، و بر مبنای اینکه بر جهان اسلام و حتی عرب در منطقه سیطره پیدا کنه، در حالی که خب میدونی شما شیعیا در بهترین شرایط 10% جهان اسلام هستند، از 1,700,000 میلیون. خب بنابراین آمده است برای اینکه این سیطره رو تحمیل بکنه به کشورهای دیگه، مردمان دیگه، میخواهد یک کشور اتمی شد که باز به نفع ایران نیست. آن وقت در منطقه
که ایران و مردم ایران چه مصلحتی دارن که سربازها و سربازهای ایرانی یا طرفداران ایران یا سپاهیان ایران، سپاهیان انقلاب در سوریه بجنگن، در عراق بجنگن و کشته بشن. خب اون وقت ده ها میلیارد دلار خرج کرده است که رژیم اسد رو که یک رژیم علوی هست، یک اقلیت بسیار بسیار کم هست بر مردم سنی مذهب سوریه تحمیل بکنند. 230,000 کشته، 11 میلیون. آخرین اخبار من امروز صبح روزنامه امروز رو میخوندم، سازمان ملل میگن 11 میلیون بی خانمان در سوریه. بالا بیشترین تعداد پناهندگان رو در منطقه داره. اما کریم جو ببین، یک پرسش از شما گفتید که اسلام سیاسی قبل از اومدن آقای خمینی اما وجود داشت. به معنی شاید منظور این هست که به قدرت نرسیده، چون از زمان اخوان المسلمین در اسلام سیاسی باز در خود ایران فدایان اسلام و جاهایی وجود داشت. یعنی حتی مثلا شیخ عبدالقادر جزائری که علیه استعمار فرانسه جنگید، این خودش به هر حال یک صوفی بود و در به این ورطه در غلطید و جنگید. البته این صوفی با اون صوفی که از قاسم سلیمانی روزنامه نگاری هم نسل من در مصاحبه با بی بی سی گفت فرق اون تعبیر ایشون از اینکه قاسم سلیمانی عارف هست، سردار عارف و اینه نمیدونم، برحال این هم نوعی عرفانه، عرفانی که خنجر به دست و مسلسل در دست دیگر، اون هم داود عرفانیست که قاسم سلیمانی آورده و برحال مداحان و شارحانی هم مثل برخی روزنامه نگاران و مبلغان داره، اون یک بحث دیگه است. اما این یک نکته، ولی در منطقه که باقی بمونیم، حکومت ایران در یمن میگه ما وظیفه دینی خودمون عمل میکنیم، میریم به کمک شیعیان حوثی در یمن. حالا این شیعیان حوثی آقای علی عبدالله سالم که اومده شریکشون شده، که یه زمانی با هم مخالف بودن، اساسا نقش داشتن این شیعیان در انداختن عبدالله ساله، و همینطور القاعده هم که این لا دست و پا اونجا میپله که. و بگذاریم از این که شیعیان زیدی در یمن 4 امامی هستن و حکومت ایران به هر حال یک حکومتی هست که شیعه 12 امامیش. اگه اینو بگه چه خواهید گفت؟ به اضافه این که در منطقه آمریکایی‌ها چه میکنن؟ اونا کیلومترها، هزاران کیلومتر دورن، ما که نزدیک هستیم، ما صاحب منافع هستیم، مساله هستیم برای ایران، مردم ایران، نسل‌های آینده ایران، جواب چه خواهد بود؟ بله، شما 3 سوال اساسی بسیار خوب کردین، اجازه بفرمایید. در مورد اول مسئله اصلی شما درست میفرمایید، ولی برای اولین بار به صورت سیستماتیک یک رژیمی آماده است که افتخار می کند حکومت رو در دست دارد. ببینید کاری که حکومت جمهوری اسلامی کرد در مورد اسلام سیاسی، در حقیقت برگشت دادن عقربه تاریخ به عقبه. ببینید شما، مضمون انقلاب فرانسه این بود، بعد از اینکه صدها سال جنگ مذهبی اومدن، گفتن که سیاست یک چیزی است که جدا از مذهب، و این رو جدا کردن. رژیم درست بر اومده است که ببینید در هیچ کشوری الان نیست که قانون اساسی داشته باشد و به طور روشن بگوید که این قانون، یعنی مذهب شیعه اثناعشری مذهب و دین رسمی یک کشور هست. در کشور چند ملیتی چند زبانه بگوید که مثلا زبان فارسی تنها زبان رسمی است و غیره. بنابراین این که رژیم جمهوری اسلامی ایدئولوژی اسلامی رو بر مردم تحمیل کرده و بنابراین الان یک رژیمی هست که خودشون میگن امام ها معصوم هستن، ولی چگونه آقای خمینی معصوم هست؟ بنابراین این یک صحبت طولانی است و میخوام بگویم که این عقبگرد به تاریخه. در مورد این که در مورد حوثی ها، البته یه پرانتز، امامان معصوم مال قبل از انقلاب اسلامی بود، حالا یه جوری شده که امام غیر معصوم یعنی جمهوری اسلامی تولید کرده، یه بحث دیگه است. بفرمایید. بله، در مورد اینکه کمک به حوثی‌های شیعی، بله
بنده از اونهایی هستم که میگم از همه حق دارن، حوثی ها یک سوم جمعیت در یمن هستن و بنابرای همین تعداد باید در حکومت شرکت بکنن، یک اقلیت مذهبی هستن، باید با آنها احترام گذاشته بشه. ولی ببینین 50 سال هست حوثی ها مبارزه میکنن، هیچ وقت تانک نداشتن، هیچ وقت توپ نداشتن، هیچ وقت این همه اسلحه نداشتن. چجوری شد که یک باره یک اقلیتی در کشور فقیر یمن این همه اسلحه داره، اون وقت اصرار داره بر تمام کشور، بر 2/3 دیگر مردمان یمن که سنی هستن حکومت بکنه؟ ببین ایدو همون ایدئولوژی جمهوری اسلامی است، همون سیاست انقلاب جمهوری اسلامی است، همون سیاستی است که جمهوری اسلامی در لبنان و در سوریه و در عراق پیاده کرده. بنابراین صحبت این نیست که حوثی ها حق ندارن، صحبت این هست که چرا جمهوری اسلامی حوثی ها را متقاعد نمی کنه که بشینن یک دولت ائتلافی با دیگر اقوام و ملل و ادیان و مذاهب یمنی تشکیل. همینطور که ببین در عراق یه زمانی سنی ها صدام حسین بر شیعی ها حکومت میکرده که موفق نبود. امروز شیعه ها دماری از روزگار سنی ها در آوردن که سنی ها مجبور شدن دست به دامن داعش بزنن. خب این رژیم عراق در منطقه عراق 100% پشتش ایران هست. آقای شما میدونین هفته پیش آقای حیدرال عبادی اینجا بود در واشنگتن، طور رسمی حداقل 110 رهبر چیز یعنی از مستشار ایرانی از پاسداران انقلاب اسلامی در سپاه قدس هستن به طور رسمی. خب چرا، چه کار میکنه؟ در مورد اینکه شما سوال کردین که بنابراین این هم به نفع مردم ایران نیست. ببین ایران میخواست یک مینی امپراتوری تشکیل بده و موفق نمیشه. چرا؟ برای اینکه امپراتوری ها معمولا کشورهایی بودن و هستن که در کشورشون مردم از رفاه نسبی برخوردار هستن، مردم پشتیبان حکومت هستن، یک دموکراسی و آزادی حداقل نسبی وجود داره. در ایران اینطوری نیست. امروز اگر رژیم جرأت میکنه به مردم اجازه تظاهرات بده، مانند 6 سال پیش در 2009 ببینید میلیون ها آدم به خیابان. بنابراین رژیم میخواهد در منطقه حکومت بکند، میخواهد اون حلال شیعه رو به وجود بیارد، در کشورهای دیگه دخالت میکند، در شیعه با شیعیای عراق، شیعیای یمن، شیعراق بحرین، حتی سودان، حتی الجزایر رفته است. خب بعد اون وقت الان در مورد شما سوال کردین آمریکا. ببین یکی از دلایلی که ایران از نقطه ضعف با آمریکا به توافق رسیده است و حاضر شده است که از در مورد پروژه اتمی کنار بیاید، اما میخواهد که آمریکا به اصطلاح این منطقه رو به اصطلاح حیات خلوت ایران بدوند. یعنی اینکه قبول بکند که ایران حق دارد، به اجازه دارد مثلا در کشورهای شیعی دخالت بکنند و این رو حق خودش میدونند، که باز هم کجای این به نفع مردم ایران هست؟ در کشوری که بیکاری بیداد میکنند، در کشوری که رشد اقتصادی منفی هست، 6 سال هست که رشد منفی هست، اعتیاد بیداد میکند. نمیدونم در بلوچستان آخرین کارخونه‌ای که ساخته شد، من یه جایی خوندم 1973 بود. خب این پول باید برد اونجا سرمایه گذاری کند. این مردم بیکاری و حتی کم سوادی و بی سوادی در مناطق عرب نشین، کرد نشین در 50-60% است.
بنابراین این به نفع مردم ایرانه. و از طرف دیگه من یه چیزی به شما بگم، من آقای چارلنگی، من الان یکی دو روز گذشته چیزی دیدم که واقعا تعجب کردم. بعضی از تحلیلگرهای ایرانی و غیر ایرانی در منطقه میگوین که ایران ستیزی، یعنی اینکه به اصطلاح جمهوری اسلامی در منطقه کاری کرده است که بی سابقه هست، که یعنی ایران ستیزی، البته ایران ستیزی نه بر علیه مردم ایران، بلکه یعنی کراهت از حکومت جمهوری اسلامی بی سابقه است. یعنی اینکه این کاری که حکومت جمهوری اسلامی کرده است، نه فقط آقای چارلنگی، نه فقط از همونطور که صحبت کردیم، یعنی اینکه یک حکومت قشری مذهبی ایدئولوژیک عقب افتاده هست، بلکه الان که به اصطلاح کفگیرش به ته دیگ خورده، مسئله اون ریسیسم رو داره چیز میکنه، مسئله نژاد پرستانه، مسئله که ما ملت و فرهنگ داریم که هزارها سال هست و عقب افتادگی ما نه به خاطر دولت‌های موجود بلکه دیگران هستند. سبب و مصدر این عقب افتادگی ایران عرب‌ها هستند. یهودی‌ها هستند، بهائی‌ها هستند، غربی‌ها هستند. ببین این الان دیسکورس جمهوری اسلامی است. این الان چیزی است که جمهوری اسلامی داره میگه. خب ببینید، در مورد شما می‌دونید هفته پیش که اون خبر دروغه، اینکه به دو ایرانی در ایران تجاوز شده، غیر بدون سابقه است که معاون وزیر امور خارجه ایران بیاد بگه که آره به دو تا ایرانی تجاوز شده فلان اینا، بعد میبینن که دروغه. آن وقت جمعه گذشته در اصفهان یکی رهبر نماز جمعه میگوید علنن، شما خوندید، علنن میگوید باید با کشورهای عربی قطع رابطه کرد، این عربهای سوسمارخور ملخور فلان اینا. خب این رهبران جمهوری اسلامی هستن. این در نماز جمعه ها در ایران، خود شما میدونین که این به اصطلاح یک تزریق به مردم هست که چه راهی رو دنبال بکنن. یعنی عرب ستیزی. آقای عبدیان ببینید نکته چند تا هستش. یکی این که اولا اشاره بکنم به این که خود رئیس سازمان حج و اوقاف ایران آمد و تکذیب کرد خبر تجاوز رو، من دارم اینجا فقط نقل میکنم، و همونطور که برخی دیگه از رسانه‌ها در منطقه گزارش کرده بودن، بازجویی های بدنی، تفتیش های بدنی انجام گرفت که شاید آزاردهنده و اهانت آمیز بود. اما به گفته رئیس سازمان حج و اوقاف جمهوری اسلامی تجاوزی انجام نشد. حالا چه شوخی ها و جوک هایی در این زمینه ها ساخته شد اون داستان. اما شما آقای عبدیان یک نکته هست، جواب اون پرسش من، همه فرمایش های شما درست، یک مسئول جمهوری اسلامی، اما از شما بپرسید بگه آقا شما درست میفهمید، ولی آمریکا و بقیه کشورها در این منطقه چه میکنن؟ آمریکا در اون منطقه پایگاه داره، در بابل‌مندب که شما میدونید اونجا سواحل آفریقاییش، فرانسه پایگاه داره و نیرو دارن یا دیدبانی داره، حتی گفته میشه اسرائیل در جیبوتی و اتیوپی اون بره بابل‌مندب پایگاه داره، یعنی دیدبانی داره، و بقیه جا در قطر، کویت، جای دیگه آمریکا اگه این حرفو بزنن و بگن که ما برای عزت ایران و منطقه و همه اینا داریم میجنگیم و چرا اونا دارن ما چرا نداریم، ما که اینجا صاحب آب و خاک هستیم، این ادعا رو بکنن چه خواهیم گفت؟ بله ببین درست میفرمایید، این در مخصوصا دو سال گذشته بعد از اینکه آقای اوباما دوباره سر کار اومد، گیج کرده همه تحلیلگران رو که سیاست آمریکا واقعا در منطقه چیست. اولا که
اینی که میفرمایی یعنی خود ایشون هم گیجه یه جورایی. ببین گیج که به چند تا عامل هست. یک ببین آقای الان در مورد من در ایران مشخص میگم، ببین خیلی هم میگوین که چرا آمریکا مسئله حقوق بشر در ایران رو مطلقا کنار گذاشته است. یعنی ببین در نشست هاش با ایران مطلقا از اینکه مردم در سال گذشته نزدیک 800 اعدام در ایران وجود داشته، بعد از چین دومی در دنیاست. در همین سه روز گذشته شما میدونید 43 نفر رو اعدام کردن، درسته؟ خب این همه بیکاری و فقر رو مگر این رو آمریکا نمیدونن؟ میدونن. اما چرا از این ببینید آمریکا حتی با متحدینش مثل عربستان سعودی، مثل ترکیه، مثل غیره، وقتی با اینا ممارسات میکنه، حداقل حتی با اسرائیل صحبت از فلسطینی‌ها میکنه، صحبت از حقوق بشر میکنه، ولی در مورد ایران مطلقا در این مورد خاموشه. دلیلش این هست که میگوین یکی این که لوبی ایرانی، رژیم جمهوری اسلامی میلیون ها دلار صرف میکند که در این شهری که من و شما هستیم لوبی هایی و زبده ترین شرکت های لوبی و وکلای زبده رو استخدام میکنند و حتی در کاخ سفید نفوذ کردند و به این آقای اوباما و آمریکا قبولوندن که این یک حکومتی است که اصلاح پذیره، یک، دو و از همه مهمتر حاضر هست که شرکت های بزرگ نفتی و شرکت های بزرگ تجاری و اسلحه سازی ایران آمریکا رو بپذیره، یعنی که به اینا داره رشوه میده که بیاین. بنابراین به این دلیل هست که آقای اوباما مطلقا مسئله حقوق بشر رو کنار گذاشته است. و شما ببینید در دو روز گذشته آقای چارلنگی، نیویورک تایمز، فاینانشال تایمز نوشتن که در یک گروه از سرمایه گذاران آمریکایی اخیراً با ویزای توریستی به ایران رفتن. فاینانشال تایمز با اینها مصاحبه کرده است که اینها یک از رهبران و فعالان آمریکایی صنایع نفتی و هوانوردی و غیره هست. اینها رفتن که در آقای توماس اردرین پریروز گفته است که گروهی از سرمایه گذاران و تجار آمریکایی به ایران رفتن و 24 نفر از اینها رفتن که مصاحبه بکنن که ایجنت یا شرکت های خودی ایرانی رو اونجا باش، یعنی پیدا بکنن و با اینها کار بکنن. حالا این یه بحث دیگه است آقای عبدیان. ببینیم بحث بستر حضور نیروهای غیر منطقه‌ای در منطقه است. البته جواب این سوال رو چه در واشنگتن چه در به ناتو، حواشی ناتو، پیمان ناتو آتلانتیک شمالی و چه در کشورهای منطقه هم گفتن. خیلی خوب، ما اگه اجازه بدید من میگم در منطقه. بله. سیاست آمریکا برای در منطقه این هست که در سوریه مخالف سقوط حکومت اسد هست آمریکا. یکی این که فکر میکنند اگر مسئله سیاست آمریکا چی هست یه بحث دیگه است. سوال مشخص اینه که جمهوری اسلامی میگه آقا آمریکا چرا در منطقه حضور داره؟ در عراق هست، پایگاه در خلیج فارس داره، در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و جای دیگه. ما به ما خورده میگیره، یعنی به جمهوری اسلامی، که چرا به سوریه رفتیم یا داریم میریم طرفای یمن، حالا هرچی باد آباد و بقیه کارا رو میکنم، یا چرا در عراق هستیم. من حرف من اینه، این منطق و این حرف جمهوری اسلامی، رسانه های جمهوری اسلامیه. از این ور البته جواب دادن که آقا ما با دولت ها اونجا ما رو دعوت کردن، پیمان داریم، پیمان نظامی داریم. شما با کسی پیمان نظامی دارید شاید اهلا و سهلا. شما چه جوابی خواهید داشت برای همچی منطق؟ به این دلیل که اتفاقا بعضی ها فکر میکنن رژیم با قول خود یک مثالی هست میگن سوراخ
دعا را گم کرده است، یعنی از حد خودش بیشتر. آمریکا یک کشور قدرتمند ابرقدرت جهانی هست، ایران نیست. در آمریکا از نظر مذهبی نیست که در این کشورها در آسیا و آفریقا و خاورمیانه هست، این به اسلام مصالح اقتصادی دارد. خب آن وقت این مردمون خودش در درون آمریکا آزادی هست نسبی، عدالت اجتماعی هست نسبی، من و شما کسی نمیاد وسط شب ما رو از خونمون ببره زندان و اعدام بکنه، و در ایران هیچ کدوم از اینها نیست. و از همه مهمتر ایران، ببین جنگ نیابتیش در مثلا در سوریه اقتصادی نیست، میخواهد یعنی ایدئولوژیکه. ببین در لبنان چه مصالح اقتصادی مردم ایران دارن که میلیاردها دلار ایران در لبنان، در سودان ایران چیکار میکنه؟ خب در عراق، ببین در عراق، اگر عراق واقعا ایران میخواهد کمک کند به منطقه، باید به سنی ها و شیعه و کردها و ترکمن ها و مسیحی ها و غیره، یعنی به اینها کمک بکنن که یک دولت ائتلافی که شاملیت داشته باشد، و نه اینکه یک رژیم عقب افتاده شیعی به سر کار گذاشته. و از همه مهمتر شما ایران یک کشور امپراتوری نیست، نمیتواند به طور امپراتوری عمل کنه. امروز الان از نظر اقتصادی ببین شما مثلا 90% عایدات ایران از نظر نفت میاد. شما بچه منطقه هستین، هزارها چاه نفت ایران که زمانی نفت تولید میکردن الان تولید نمیکنن. چرا؟ برای اینکه ایران اون خبرگی رو نداره در صنایع نفت. بله البته صدها چاه نفت، بله بفهمید. ببین خب چرا این پول رو صرف به اصطلاح داخل نمی کنن؟ این که خب آمریکا که این مشکل رو ندارد. ببین ایران این مشکل دارد. آمریکا اگر الان در آمریکا بیکاری 5%، در ایران 30-40%. خب در آمریکا بیسوادی نیست، در آمریکا به قول خود رژیم حداقل 18% 20% بیسواد، یعنی یک پنجم مردم بیسواد هستن. آیا این همه میلیون ها نفر که بیکار هستن؟ بنابراین این هست که من میگم رژیم ایران سوراخ دعا رو به قول خود آخوندها گم کرده است، یعنی اینکه باید در درون کشور سرمایه گذاری بکند، باید یک جامعه آزاد و دموکراتیک رو و شکوفا را به وجود بیارد. آن وقت اگر طرفدار داشت، اگر آزادی با آن مردم، بعد میتونن پشتیبان دولتی باشد که از مرزهای خودش فرا میرود و در کشورهای دیگر میخواهد امپراتوری درست کنه. از همه مهمتر الان شما خودتون فرمودین، ببین کوتاه بفرمایید آقای عبدیان، خیلی کوتاه، وقت ما تمام. دلیل اینکه آمریکا در یمن هست به علت شیعه ها هستن، در بحرین هست میگه شیعه ها هستن، میگوید که ما در عراق هستیم برای اینکه 60% اونجا شیعه هستن. ببین همش مذهبی هست. اگر آمریکا من یه چیز رو بگم الان، خیلی کوتاه آقای عبدیان، وقتمون تمومه. بله بفرمایید. آقای اوباما هفته پیش با نیویورک تایمز مصاحبه کرده است و گفته است برخلاف صحبت ایران که 2 سال پیش در سازمان ملل که گفته است حقوق بشر سیاست جوهری و پایه ما نیست، یعنی کور مصلحت ما این هست که نفت و بازرگانی و کشتیرانی آزاد در منطقه باشد. الان هفته پیش گفته است نه،
ما حقوق بشر رو دوباره میخوایم وارد به اصطلاح مصلحت پایه‌ای ما بکنیم. منظورم این هست که در ایران حقوق بشر در ایران حقوق بشر وجود ندارد. در این نکته است که بارها حالا امیدوارم در برنامه های آینده بتونیم بهش بپردازیم. در البته ما دوشنبه ها همیشه برنامه تفسیر خبر ویژه آخرین خبرها هست در عرصه نقض حقوق بشر در ایران، نقض حقوق انسانی همه مردم ایران، زمین هم از ترک و بلوچ و عرب ایران و بختیاری و اصفهانی و شیرازی، در دوشنبه در تفسیر خبر در این زمینه سخن گفت و خواهیم گفت. سپاس بسیار داریم آقای کریم عبدیان، امیدواریم در وقتی بیشتر با من و بینگان سرزمین ما و تفسیر خبر نیز باشید. از دعوت شما ممنونم. با سپاس از شما. یک نکته رو من فقط توضیح بدم. ایران ببینین حضور نظامی کشورها در کشورهای دیگه، دولت‌ها، حکومت‌ها بر اساس پیمان‌های همکاری هست، هم نظامی اقتصادی یا هر چه که هست. ایران پیش از انقلاب دارای پیمان‌های نظامی یا همکاری‌های منطقه‌ای بود، از جمله با ترکیه و پاکستان اون زمان پیمان عمران منطقه‌ای و پیمان‌های مختلف با کشورهای غربی و منطقه‌ای. در حال حاضر ایران شاید تنها کشوری هست در منطقه و وسیع‌تر در حوالی اون منطقه از آسیا حتی که با هیچ نوع پیمان مشترکی با هیچ یک از همسایگان عمده و تعیین کننده خودش در شرایط منطقه‌ای نداره، پیمان روشن مستحکم و در برگیرنده موارد اساسی مربوط به زندگی روزمره در منطقه و خود ایران و کشورهای همسایه. این نکته است که باید در سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی مورد توجه قرار بگیره. به سود مردم ایران هست، به سود ایران هست یا نیست، بحثی است مفصل. پی میگیریم سرزمین ما رو از شبکه تلویزیون ایران فردا. در سرزمین ما آنچه که افزایش یافت از جمله زندان بود، زندان هایی که حکومت برآمده از انقلاب به پا کرد در گوشه و کنار کشور. در این زندان ها بر زندانیان سیاسی چه رفته و می رود در نیمه دوم برنامه یکی از زندانیان بیرون آمده از کشور با من و شما خواهد بود تا لحظاتی دیگر. پی میگیریم سرزمین ما رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. گفتن نداره، شما بر این نکته واقف هستین، اشراف دارید که یکی از سرمایه های عمده کشورها جوانان اون کشورها هستند. ایران نیز از این اصل و قاعده مستثنا نیست. پیشتر هم راجع به نسل های آینده سخن گفتیم و حرف زدیم. بر سر جوانان ایرانی چه جوانان ایرانی بی آینده شدند؟ آینده روشن در برابر خود نمی بینند. به امید سرپناهی و آیندهی با کورسوی از امید کشور خودشون رو با هزاران خطر ترک می کنند، سر از جاهایی در می آرند که تا به حال یا دست کم پیش از انقلاب تصور این که جوان ایرانی برای یافتن کاری و لقب نانی و سرپناهی به اون کشورها برند به ذهن نسل ما و نسل پیش از انقلاب نسای دیگه نمی اومد. جایی مثلا جزیره ناورا من خودم اصلا نشنیده بودم، اما الان جوانان پناهجوی ایرانی در اونجا هستن. یک جوان نازنین ایرانی، دانشجوی پیشین که ناچار به ترک کشور شده بعد از شکنجه و زندان در ایران با من و شما هست. وحید پارسا، فامیل ایشون مستعار هست، استفاده میکنیم به دلایل امنیتی و دلایلی که در ادامه برنامه قابل پخش قابل درک خواهد بود.
از پخش تصویر روشن و واضح ایشون خودداری میکنیم. با من و شما وحید پارسا چه بر سر او آمد در مسیر پناهجویی خواهیم پرسید. پیش از اون نمایندگی از شما خوش آمد میگیم و سلام وحید عزیز. سلام خدمت شما و تمام بینندگان برنامه شما و عرض خسته نباشید. وحید عزیز به طور مختصر به ما بگید در ایران در زندان بازداشت بودی چه مدت، چه بر سر شما اومد و چرا از چه زمانی تصمیم گرفتید راهی خارج بشید؟ عرض به خدمتتون که من به خاطر فعالیت‌های سیاسی که داشتم مخصوصا بعد از انتخابات سال 88 در 30 خرداد و بعد از سخنرانی آقای خامنه‌ای در نماز جمعه بازداشت شدم، توسط نیروهای خودسر و به یه جای نامعلومی برده شدم. طی گذراندن مرحله‌ای که بازداشت بودم و مرتب شکنجه و کتک و مسائل دیگه، تقریبا بعد 8 ماه آزاد شدم و دوباره در سال 89 25 بهمن ماه توسط پلیس امنیت خیابان دربند تجریش بازداشت شدم و اونجا پرونده‌ای برای من تشکیل شد و مرتبا تهدید می شدم در داخل. به خانه‌ای که بودیم می آمدن می ریختن و تلفن می زدن، تماس می گرفتن، تهدیدهایی می کردن، تلفن‌های نامعلوم و اونجایی هم که مثلا پدر من نظامی بود و ارتشی بود در نیرو هوایی، خیلی پیگیر شدیم که به قول معروف دست از سر ما بردارم، ولی این اتفاق نیفتاد و مرتبا تهدید داشتم من و مجبور شدم که کشور خودم رو ترک کنم و به ترکیه بیام با شرایط خیلی بد و مراحلی که در اینجا گذروندم هم برای خودش خیلی سخت بود. یعنی اومدم وارد آنکارا شدم و به کمیساریای عالی پناهندگان رفتم، سازمان آسام، اونجا اسمم رو ثبت کردن و شهری رو به من پیشنهاد دادن که من دنیزلی بود و من گفتن که سریع آدم برو خودتو به اون پلیس اون شهر معرفی کن. من به خاطر مشکلات زیادی که داشتم خیلی سخت بود اینجا و هیچ کسی از حمایت نمی کرد. حتی 10 روز من در ترمینال این شهر من زندگی می کردم بدون هیچ حمایتی، تا اینکه یکی از دوستان کمکم کرد تونستیم یک جایی مستقر بشیم و از اونجایی که اصلا وضع مالی قابل توجه خوبی نداشتم مجبور شدم که برم جایی کار کنم با حداقل حقوق و با توهین ها و تمسخرهایی که می کردن منو، که در نهایت باعث شد که اتفاقی برای من بیفته که خیلی دردناکتر از اتفاقایی بود که شاید تو ایران برای من افتاد. من متاسف هستم اشاره بکنم که وحید عزیز در ترکیه مورد تجاوز قرار گرفت. این برای فقیه ایران شرم‌آور رجب طیب اردوغان از ملی مذهبی های ترکیه که حزب توسعه و عدالت رو در ترکیه عملا رهبری میکنه و دولت در دست داره شرم‌آوره. اینکه لچک به سر همسر خودشون کردن تو و محافظ اخلاقی جامعه حتی خودشون رو میدونن آقای رجب طیب اردوغان، یا اون سوی مرز آقای خامنه‌ای و بقیه باید پاسخگو باشن در چنین زمینه‌هایی.
در زمینه های مثل زندان کهریزک و جاهای دیگه. بله وحید عزیز، شما چه کردید؟ به کجا شکایت کردید؟ آیا به شکایتون رسیدگی شد؟ عرض به خدمتتون که من این اتفاق وقتی برام افتاد سریعا با یکی از دوستانم در میان گذاشتم، که چون زبانم زبان ترکیم زیاد خوب نبود و نمیتونستم اون چیزی که برام اتفاق افتاده رو به پلیس بیان کنم، با یکی از دوستان تماس گرفتم و به پلیس رفتیم و اونجا شکایتی کردیم از این آقا و تاریخش هم 22/2015 است که تقریبا الان دو ماه و دو روز داره از اون داستان میگذره، ولی متاسفانه هیچ اقدامی نکردن. و همون شب که ما میخواستیم با روزنامه های ترکیه حتی مصاحبه کنیم، پلیس با مترجم من تماس گرفته بود و تهدید کرده بود که این موضوع اصلا نباید رسانه‌ای بشه، تا اینکه رفتیم پلیس و گفتم پرونده‌تون رفته دادگاه. ما دو بار به دادگاه رفتیم و اونجا به ما جواب سربالا دادن و با خیلی برخورد بدی با ما داشتن، حتی که گفتن برید باهاتون تماس میگیریم و انقدر نیایید اینجا. تا اینکه من تصمیم گرفتم این مسئله رو با رسانه‌ها در میون بذارم، علی‌رغم اینکه ممکنه مسائل امنیتی حتی بر من پیش بیاد، حتی آینده نامعلومی سر راهم باشه، ولی این کاری کردم چون واقعا خیلی از کسای دیگر رو میشناسم که این اتفاق براشون افتاده و از ترس اینکه آبروشون بره ساکت موندن. ایرانی بودن کسایی که اشاره میکنید؟ بله ایرانی هستن. من دختر خانم هایی میشناسم که این اتفاق براشون افتاده و از ترس، میگم از ترس اینکه اسمشون برده نشه یا حتی مسئله امنیتی که اینجا براشون پیش بیاد و بابت پروندهشون پیگیر نشدن. و این خیلی دردناکه، این اتفاق ها اینجا زیاد میفته برای تمام پناهجوها، این اتفاق خیلی دردناکه، مخصوصا پناهنده های سیاسی که بیشترین زمان معطلی رو بهشون میدن در ترکیه و اصلا از سمت سازمان ملل و حقوق بشر هیچ حمایتی نمیشن. خب این سازمان های ریز درشت حقوق بشر ایرانی ها که من به این نکته اشاره کردم قبلا، اما اینجا به صراحت میگم که در واشنگتن در آمریکا به خصوص هزینه های بسیار گزافی، پول های قابل توجهی برای فعالیت های حقوق بشری میگیرن از نهادهای به اصطلاح غیر انتفاعی آمریکا. شرم‌آور خواهد بود اگر به شما بگم که با این پول ها چه میکنن. همه کاری میکنن، اکثرا غیر از اون چه که مربوط به وظیفه‌شون هست، از این چه مربوط به وظیفه‌شون رسیدن به حقوق ایرانی ها، وضعیت هایی مثل وضعیت وحید عزیز. شما در خود ترکیه هم وحید جان دیده، به هر حال احزاب جناحایی وجود داره، مطبوعاتی هست که میشه مراجعه کرد، تحت حمایتشون قرار گرفت نیست؟ آقای چارلنگی عزیز، عرض به خدمتتون که من به تمام نهادهای حقوق بشری مسئله رو گفتم. من همون روز اول تمام ایمیل هایی که فرستادم برای سازمان ملل، کمیسیاری عالی پناهندگان تو آنکارا، ژنو و کسانی که ادعای حقوق بشریشون به قول معروف گوش آسمون رو کر کرده، با اونا تماس گرفتیم، هیچ کس حاضر نشد از ما حمایت کنه به غیر از تنها کسی که تونستیم باش مصاحبه کنیم و گزارشی تهیه بشه، رادیو کوچه بود و آقای مازیار که بله مازیار که اینجا خیلی کمکمون کردن، مازیار شهر
بله. و تنها کسی که تونستیم باشون مکاتبه کنیم و یک نامه یا زدن به آقای اردوغان دکتر بنی‌صدر بود و که اون هم متاسفانه تا به امروز جوابی ندادن. ولی من خیلی حتی تماس گرفتیم با آقای لاهیجی که چه کار باید بکنیم، این مشکل بر ما پیش اومده، لااقل یک حرکتی بشه که دیگه این اتفاق نیفته. این اتفاق امروز برای من افتاده و ممکنه فردا برای یکی دیگه، و لااقل یک حرکتی بشه که این اتفاق برای پناهجوی دیگه نیفته. که ایشون جواب دادن به ما برید وکیل بگیرید و این خب پول وکیل گرفتن دارید شما اساسا؟ جان؟ پول وکیل گرفتن دارید شما؟ نه متاسفانه از نظر مالی که اصلا وضعیت مناسبی ندارم، ولی خب سازمان ملل بعد از یک ماه این اتفاق با من تماس گرفت و نکته به نکته جز به جز هم از اتفاقات ایران هم پرسید و هم از اتفاقاتی که اینجا برام افتاده و در نهایت با من تماس گرفتن، گفتن ما هیچ کاری براتون نمیتونیم بکنیم به جز این که برید دادگاه و اونجا وکیل رایگان بگیرید. من فردای اون روز رفتم دادگاه و هیچ جوابی به من ندادن، نه تنها وکیل ندادن بلکه برخورد بعدی هم با من داشتن و گفتن که شما برید روز اول دادگاه بیایید هر موقعی که بهتون خبر میدیم. خب شما اون وقت وحید عزیز، شما احزاب مخالف اردوغان، درست، نهادهای حقوق بشری خود ترکیه، درست، نه ایران، اونها چی؟ با اونها من مکاتباتی داشتم، اونها هم متاسفانه هیچ جوابی به من ندادن. و از اونجایی که حضوری برید نهادهای حقوق بشری، آقای چالنگی، اینجا زیاد فعالیت ندارن، اگه هم داشته باشن سرشون به چیزهای دیگه گرمه، اصلا در حاشیه هستن. من خودم هم چون در حزبی نیستم و فعالیت آزاد دارم، متاسفانه هیچ حزبی حاضر نیست ازم حمایت کنه. امیدوارم حداقل جوامع حقوق بشری بتونن کمکی بکنن. ایران دوستی فقط به این نیست که اگر نام منطقه‌ای رو تغییر دادن یا مورد اهانت قرار گرفت اعتراض کنیم، که درست هست چنین اعتراضی، اما ایران دوستی بیش و پیش از هر چیز باید جستجو کنیم در رفتاری که با هموطنان خودمون داریم، با کسانی چون وحید پارسا. وحید عزیز، حتما با شما خواهیم بود در برنامه‌های آینده تفسیر خبر و برنامه‌های آینده. ممنون از لطف شما آقای چالنگی، خسته نباشید، میگم بهتون. برای شما همه فرزندان ایران زمین، سرزمین ما در هر کجا که هستن، آرزوی آینده روشن در میهن خودشونو داریم، در سرزمین خودشونو داریم، کشور خودشون که متعلق به اونهاست، نه پراکنده در این گوشه و آن گوشه جهان با امید سرپناهی و لقنانی و کورسوی در آینده مبهم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز آسماری زگرس، البرز، سند و سبلان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوشبخت.